دام شکلاتاتون رو بیاریم که یه yeah, لایو غیر نوروزی داریم اینو گوش بدیم با هم شماره این آقای شاهپور ایران شاید برام. برای برای من بفرستی پیامارم بفرست همه <applause> پیامارو پاک کرده بفرستی برای من پیام <applause> چیو؟ هر پیامی که ب... شاهپور گرم شاید داده تو پاک کردی باید بفرسته امیر اونا توی پیوی من و شاپور مرسی زیبا داره با مرسی زیبا امیر توی ده بگو بفرسته با گفت با... سلام سمی رجون حالم خوب عزیزم نمیدونم سیاهی گردن مشخصه یا نه خب من میخواستم راجع به یک چیز دیگه صحبت کنم ولی این اتفاق به نظرم خیلی اتفاق دردناک رایجیه برای همین حس کردم که لازمه همینطور که شکلات میخوریم در مورد این مسئله صحبت بکنیم یه خانومی هستن توی کانال زینا به اسم خانم ب این خانم مدت سه چهار ماهه که وارد کانال گروه زینا شدن و از اولم گفتم من مشکل دارم با پارتنرم و چون نمیتونم جایی برای خودم تهیه بکنم به همین دلیل مجبورم فعلا باهاش بسازم و نگرانم که دست روی من بلند کنه و منو تحقیر بکنه خب امروز عینک زدم <applause> عزیزم امروز عینک زدم دیگه قشن پیاماتونم راحت میتونم بخونم این ورژن عینکی منم ببینید دیگه ولی خب اگه برش دارم دیگه واقعا نمیبینم این مشکلش اینه که چشادم عادت میکنم حالا این مسئله سلام فرشته جونم تو لایو من نمیتونم چک کنم هم خیلی خوش اومدین فقط اگه صدام بد بود یا هرچی بگید من اینو وای فای بزنم که معلوم شه خب من سری میرم چون سه تا موضوع مختلف میخوام حرف بزنم میخوام برسم به همش اول بگم که در مورد یک اورژانس اجتماعی صحبت شد شماره یک دو سه هست کار اینا این هستش که به مدت 21 روز بهتون اقامت میدن ایران مشاوره میدن بهتون سلام جون بهتون مشاوره میدن سلام به همه اگه بخوام هی سلام کنم هم قطع میشه همین که خب دیگه اصلا لای وسالت خودش در میاد خیلی خوش اومدید پس یک شماره 123 هست و این شماره رو بهش زنگ میزنید برای کودک آزاری خودکشی و همسر آزاری هست چه زن چه مرد فرق نمیکنه شما تماس میگیرید اینا بلا فاصله با یه دونه ماشین آتیش نشانی با یه ماشین پلیس میان اونجا با اورژانس و اگر موضوع استراری باشه شما رو میبرن جدا میکنن از اون آدمی که داره بهتون صدمه میزنه و بعد اینطوری که من اینجا در بردم اینه که اینا خیلی رازدار هستن مس... مسائلتون رو بین خودشون برای خودشون نگه میدارن پس نگران نباشید که این بخواد جایی برشون شما سوء سابقه بشه و بعد هم به شما خدمات سرپایی میدن به طور رایگان و بعد هم 21 روز اقامت میدن ولی این تمدیدش سخته یعنی تا 21 روز رو به شما اگر ببینن در خطر هستید شماره 123 بهتون اقامت میده ولی بعدش دیگه باید با مشاور صحبت بکنید و اون دیگه خیلی آسون نیست حالا داستان این خانوم یه ای داستان رایج تلخه برای تمام زنهای دنیا حتی شاید ندونید ولی تو اروپا هم خیلی اتفاق میفته تو امریکا هم خیلی اتفاق میفته خانم به یک وایسی بود که من الان گذاشتم دوباره میذارم زیبا از <applause> لط میکنی شماره این آقای شاهپور ایران شایی برام برای من بفرستی همه بفرست. پاک بره بفرستی پیام چیو؟ هر پیامی که ایران شاید داده تو پاک کردی باید زیبا بفرسته امیر اونا توی پیوی من شاهپور زیبا داره با امیر توی بگو بگو سلام گو حالام سمیلون بله این اتفاق اینطوری به وجود میاد که گروه یک اتفاقی رو به وجود میاره بر اینکه این, این خانم برن یک آقایی رو ببینن خیلی اتفاق غیر فراجنسیتیه اما اون آقا خب دوست داشته این خانم ایشون هم که وضعیت وضعیت پارتنرشون هم که مشخصه مثل 99 درصد آدم های مردهایی که بالاخره اطرافیان شنیدیم ما میدونیم که این اتفاق میفته ما غیرت داریم ما باید این کار رو بکنیم فلان و این خیلی برای من به شخص خیلی دردناک بود ببخشید مر خب این دوستمون بدون اینکه اطلاع بده میره قرار میذاره بدون اینکه بخواد با شایدم برای اینکه بخواد یک با یک آدم دیگه ارتباط برقرار کنه از ارتباط قبلیش بیاد بیرون اینا رو من اصلا نمیدونم ولی داستان مهم اینه که این دوست ما خانم ب با این آدم قرار میذاره بدون که به پارتنرش بگه قطعا با این وضعیت مشخص چرا نگفته و بعد هم یک کتونی از ایشون میگیره و به هر ترتیب این مسئله برملا میشه توی خونه و بعد به اونجا میرسه که یک شب تا صبح کتک میخوره گوتکی میخوره که اینجاش تمام کبوده و خب من فکر میکنم این به این دلیل هستش که کسی اینجوری فشار بده صورت شما رو اینجا تون کبود میشه دیگه, دیگه به قصد کشت حالا این دوتا پارتنر هستن زندگیشون به خودشون مربوطه اینکه چرا این میخواد بمونه چرا ترجیح میده اون چرا میگه من تو رو دوست دارم بعد میزنتش اینا دیگه انقدر اتفاق افتاده که هممون یک داستانی داریم تو ذهنمون که هست مسئله برای من اون برخوردیه که بعدش توی کانال اتفاق افتاد چه برخوردی؟ یک خلاصه انگار که این مسئله توی لایف چت عنوان میشه و انقدر این مسئله بزرگ هست که تصمیم میگیرن یه لایف چت بذارن و یکی از چیزهایی که من به خاطرش از زینا فاصله میگیرم و توی گروهشم نرفتم این هستش که خودم با اینک میبینم هی تعجب میکنم این هستش که اگر که یکی از ادمین های زینا به هر دلیلی از شما خوشش نیاد اخباری که از شما به زینا میرسه به خاطر همه یه مخصوصا وقتی همچنین اتفاقاتی میفته و همه شروع میکنن نظر دادم و گروه شلوغ میشه زینا دیگه نمیره ببینه میاد میپرسه میگه بیاین به من بگین چه خبره و اون اخبار سوگیرانه داده میشه انتقال داده میشه به نفع منظور اون آدم ها اون ادمین ها از دید زینا وقتی مصاحبه رو شروع کرد وقتی لایف چت شروع شد داستان این بود که این خانم یک خانم دروغوی نمیدونم تیشتان پیشتانه که میخواد همه کار بکنه با پنهان کاری داستان این بود یعنی تمام لایف چت بر این مبنا بود اتفاقی که افتاد من یه سر سوالا دارم اینا رو میپرسم بعد بچه دو تا موضوع مهمه دیگه هست میخوام زودتر این رو تمامش کنم برم من خیلی به سختی همونقدر که الان برای شما سخت اینا رو میشنوید من هم خیلی به سختی لایو چت رو دیدم سلام آقای نوری خب ما دیدیم که وسط لایو چت زینا زنگ زد به اون پارتنر و از پارتنر اصلا مهلت داده نشد که خانم به صحبت کنه هی گفتن تو دقیقه وایسا تو دقیقه وایسا تو بگو خب بعد چطوری بود که اون آقا هم حالا تلفن رو جواب داد و صحبت کرد دستش درد نکنه ولی اینکه به اون گفتش که این میخواد این دیگه تو رو دوست نداره حالا در قبال این دوست نداشتن تو چی میخوای؟ اونم گفت من دو سال با این بودم دو سال میخوام دیگه از غیر منطق در گفت, گفت دو سال میخوام اونم که خب نمیشه دو سال ولی از خانم به نپرسید در قبال این کتکی که خوردی چه کار عملی ازشون میخوای اگر ما منصفانه داریم حرف میزنیم یک طرف اینه که وقتی تو به اون میگی که آقا جون مگه اون فقط حق داره خب باشه اصلا این کار شده مگه تو نمیگی کار عملی خب کار عملی در قبال این کتکی که خورده بخواه بگو خیلی خب حالا تو خانم به تو در قبال این کتکی که خوردی چی کار میخوای بکنی قسمت دوم این که از اون پرسید که مشکلت چون از اول لایف چت این بود که تو دروغگویی خانم به و میدونست که این اتفاق الان بپرسه اون آقای پارتنر جواب میده گفتش که خب حالا شما به من بگو که چه مشکلی با ایشون داری اونم گفت آره اگه راست نمیگه به من سری گرفت که آره راست نمیگی فلان ولی چرا از خانم ب نپرسیدی چه مشکلی داره به چرا فقط فقط این بعد همه جوابا رو میداد کتک که خورده هر بار آره چرا از اون نپرسیدی که دقیقا مشکلش چیه؟ چه مسئله ای داره؟ فقط کتک خوردن نیست. اون حالت که ما برامون آشناست. من حقمه بزنم. بعد یه دونه داستان دیگه شون بودش که پرسید نگ اونجا ادمینی بود که حاضر بود. اصلا نمیدونم چرا سک نبود. بچه ها سک کن و نگ اول اسمای ادمین های گروه زینا هست. سک نبود معمولا وقتی که با یک نفرم زاویه داره خودش نمیاد خب اون نبود بعد نگ بود نگ تلفن زد و پرسید بعد اون گفتش که من حق داشتم بزنمش من حق داشتم بزنمش چون که این رفته بود با یک مرد دیگه بتونه که به من بگه قرار بذاره شما بودی نمی کردی سوال مستقیم جواب نداد پیچوند خب چرا نگفتی نه وقتی از زینا پرسید همین سوالو اون برگشت رو زینا و برگشت خیلی مستقیم گفتش که بله من گفتش که ما فکر میکنیم تو یه نمیدونم قولی حالا هرچی هستی اینطوری خانم بهطور معرفی کرده بود بعد گفت از نظر شما حالا با من حرفتایی من چجوری هم گفت آره به نظر ما هستی خیلی راست گفت ولی اگه نپرسه بود ما فکر میکردیم که اینطوری نیست خب چرا از وقتی از نک سوال میپرسه جواب نمیده نمیگه کار تو بد بود اصلا ما نفهمیدیم که اون آقای آقای پارتنر بالاخره فهمید که نبد میزده توجیه نیست من که جای اون بودم کلی خوشحال میشدم که دیگه بیا این دیگه واقعا هیچگی رو نداره هر بلایی دلم میخواد سرش بیارم یه جا زینا برگشت گفتش که اه کتک خوردی اه پس چرا نگینای رو مجد هنوز هست اصلا دیگه این کامنت نداره به نظرم. شانس آورده بود اینجاش کبود شده بود وگرنه لابوت میگفتن دروغ میگه دیگه وقتی از پارتنره پرسیدن که تو زدیش گفت من حقم بوده زدم وگرنه میگفتن دروغ میگه دیگه اگه این نبود اینجاش کبود نشده بود موج... نگین موجه چه... چرا... چرا این... اصلا یعنی چی این حرف آخر یک ساعت لا... لایو چت که من دیدم منتظر بودم ببینم که خانم به چی میگه خب اونا که تو گروه بودن در جریان بودن ما که 6000 نفر که تو لایو چت بودیم که نمیدونستیم چه اتفاقی افتاده دلمون میخواست ببینیم که خانم به چی میگه خب هی ب... وایسا تو وایسا حرف نزن نوبت اینه اونم آخرشم که حالا حالا من معمولا فکر میکنم خیلی اتفاقی انگار این وایسا قطع میشه ولی حالا فکر میکنیم که واقعا اینترنتش ضعیف بود اینترنتش ضعیف بود و قطع شد و گفتن که وایسش رو میفرستیم به کانال ولی این وایس رو من پیدا نکردم اگه شما پیدا کردید برای من بفرستیم ببینیم خانم به چه حرف مهمی میخواست آخر بحث بزنه که نه ما فهمیدیم نه فرستاده شد نوشتم که کتک زدن به هر دلیلی محکومه حتی در اکثر جاهای دنیا اگه یک دوز رو ببینی تو خونت حق نداری بزنیش نمیدونم میدونید اینو یا نه حق ندارید پارتنر به ادمینت میگه این همونه که گفتم چرا جواب نداد. حتی تو کالیفرنیا اگه یه دوز بیاد و توی خونه شما گیر بکنه و غذا براش توی یخچال نباشه شما محکوم میشه اینقدر قانونه مسخره اینجا داره برای دوز بعد غذا بذاری توی یخچال باورش خب یک مسئله که سرش خیلی مانوف داده شد هدفشون تخریب بهار بود و انتقام و حسادت نخواستن توی انتقام و حسادت و نخواستن توی لایف چت موج میزد از طرف زینه اصلا لازم میدونی لازم است تو یک چیزهایی رو بگی وقتی یک چیزی سوگیرانه است مشخصه یعنی یه جای دیگه انقدر طرف داشت چرت و پرت میگفت که دیگه نمیشد بگی که حق حق با تو نیست حق با به نیست مثلا کتک حق حالا ام اون این اینی که روش خیلی مانوف داده شد و به نظر من خیلی 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 محکوم بود این بودش که اینا تکس داده بودن که حالت خوبه بعد اون گفته بود که بله یه وایس فرستاده بود که حالا صداش هم توی وایس گوش بده عزیزم با همین نشستیم صحبت کردیم میخواد با آقای شاپور حرف بزنه همین اتفاقی نیفت این وایس فرستاده خب حالا حتی قدمشون گرم که پرسنه حالت خوبه یا نه بعد اون این فر... وایس فرستاده با این صدا که حال من خوبه بعد تو بیای محکومش کنی که چرا تو گفتی حالت تو چرا راستش رو گفتی اگه آخه گفت من حالم اون موقع خوب نبود اصلا گوشی من دست خودم نبود این پیام رو دید اومد به من گفت بگو حالم خوبه دارن حالتو میپرسن و تو بیای اون آدم رو محکوم کنی که چرا وقتی از شب تا صبح کتک خورده میاد میگه حالم خوبه بگی تو دروغگویی دروغگویی چون که شب تا صبح کتک خوردی و خب ام... یه کاری هست که حالا بهتون میگم اینجا خیلی رایجه که آدم ها رو می اینجا تو کالیفرنیا نه ولی تو امریکا تو بعضی سیت هاش خیلی آدم میدوزن و خیلی مثلا تو آلاسکا خیلی این کار رو انجام میدن حالا یه چیزیه که میشنوی و میگی و آمار وجود نداره ولی زیاد اتفاق میفته یک علامت جهانی وجود داره که همتون میدونین این علامت هست وقتی که یک نفری توی خطر هستین و کسای دیگه توی جریان هست نیستن و شما میخوای بگی مثلا طرف من دستش دور گردن تو و تو رو داره میبره خدای نکرده یکی رو داره میبره بعد اون میخواد به بقیه بگه این حرکت رو انجام بدین ببین این حرکت در همه جای دنیا معنیش اینه که من اسیر هستم کسی که این رو میبینه خودش نباید مستقیم بره به اون آدم بگه که ایشون شما رو مورد تعرض قرار داده یا داره میدوزده چون قطعا جوابی که میشنوه اینه سلام سمی جون حالم خوبه عزیزم با همین نشستیم صحبت کردیم این جوابیه که میشنوی خیلی واضحه وقتی که این کار رو دیدین یک نفر انجام داد مطمئن شدید که شرایطشون یه جور غیر طبیعه مثلا یه بچه که دستشو سفت گرفته داره میبره یا شک کردید به موضوع همینقدر کافیه شما بلافاصله زنگ میزنید به شماره پلیس حالا نمیدونم سر دهه نایوانوان هر شماره که هست شما تماس میگیرید و گوشی که گرفته دسته گرفتین دستتون رو اسپیکر میرید به اونا به اون میگید که اون بچه اون آدم رو میارید پشت خودتون و شماره پلیس رو نشون میدید که یعنی من همه چی رو گزارش دادم و الان میاد این کاری هست که باید انجام بدید هیچ وقت رد نشید اگر این علامت رو دیدید خب این علامتیه که یعنی من در خطر هستم برای اورژانس اجتماعی هم که گفتم 123 رو میگیرید در ایران میان و 21 روز بهتون اقامت میدن اگر که در خطر باشید و تشخیص بدن اینجور که مثلا سر و اینا به این این قشنگ یعنی این که این اتفاق افتاده دیگه وقتی اینجا یک نفر کبوت میشه یعنی اینجا شست فشار داده شده رو گل خودمون چه اتفاق افتاده خب احساس کردم که بسیار بی انصاف انصافانه بود غیر منصفانه بود بسیار سوگیرانه بود بسیار غیر کاربردی بود فقط یک انتقام بود به خاطر اون نخودشیرینی های نخودچی خورده شده و این موضوع موضوعی نیستش که کودک آزاری همسر پارتنر آدم آزاری کلا انسان آزاری موضوعی نیستش که شما بخوای باش شوخی کنی این موضوعی نیستش که شما بخوای انتقام بگیری و یک نفر رو ببین یک نفر اومده به یک گروهی داره پناه میبره اون آقای پارتنر که نمیدونه چه خبر پیش خودش فکر میکنه الان یک کانالی وجود داره اگه این شخص پدر مادر نداره که سپورتش بکنن جامعه اطرافش سپورتش نمیتونن بکنن لاعقل یک گروهی هست که داره سپورتش میکنه بعد تو میای اینجوری اینم از این آدم میگیری فردادی که اون اونو کی میخواد جمع کنه یک مردی که بفهمه تو هیچ صحابی نداری تو ایران و چه میخواد جمع بکنه اگه این اتفاق تا یه جای پیش میرفت که خفه میشد کی میخواد جواب بده لابد اینا بیشتر میگفتن چرا به ما نگ... نزدی بگی که داره این اتفاق میفته نگین موژه آخه نگین موژه یعنی شما گیر میدید به اینکه نگین موژه یکی چرا کنده نشده وقت دعوا یعنی بش چیکه نه این درست نیست خیلی خب من میخواستم که راجع به سه تا چیز صحبت بکنم به نظرم کافیه ایدم هست نمیخوایم که خیلی رضایت تو چهره زیبا موج میزد تو لایف چت خب یه جاهایش نه دیگه چون خودشم روی مسئله حساسه من متوجه شدم که یه جاهایش با تمام وجودی که زاویه داشت با بهار صحبتهاش نه خودش صحبتهاش ولی نمیتونست اون حالتش رو نسبت به اون پارتنر هم جمع بکنه چون میخواست که اون پارتنر الان یه آدم باشه که این کار نکرده باشه دلش نمیخواست این اتفاق افتاده باشه و من اینو قبلا هم دیدم دیگه تو دو سالی که من در ارتباط نزدیکم وقتی که ادمین ها با یک نفر زاویه دارن اطلاعات کاملا سانسور شده میرسه من حداقل خودم اینطوری راضی میکنم که اون واقعا در جریان چیزها نیست به خاطر شیرین نخودچی سه ما بعد بعد یک همچین خیلی زشته خیلی خیلی بده که تو با یک همچین مسئله شوخی بکنی انگار یکی بیاد بگه به مثلا فلانی تجاوز شده بعد تو بدون که بخوای به مسئله تجاوز برسی گیر بدی لباس چطور بوده موقعی که به تجاوز شده یا خودت که امریختی که به تجاوز شده دقیقا لایف چت اینطوری بود چون تو درو خورد گفتی کتک خوردی اصلا بحث کتک خوردن یک بحثی نیستش که شما بتونی ببری توی مسائل نخود شیرینی نخود چی تو چرا دوتاشو تاشو خوردی موندو خیلی بد خیلی بی خیلی بد بود پول فیشال و کتونی و نخودچی واقعا همینطور یعنی یک چیزهای اونجا در موردش صحبت شده بود که میشد در موردش صحبت چه موضوعات مهمی بود سلام پالیس موضوعات مهمی بود ولی موضوعی نبودش که بعد صبحی که طرفش صبح کتک خورده در موردش صحبت چه و بعد به اون طرف هم یه جوری قالی کنیم که دمت گرم که جواب تلفن ما رو دادی و نمیدونم فلان و نی خب بگذاریم دیگه تمومش کنی اینو بره خواستم که این اطلاعات رو برسونم در مورد شماره 123 خواستم بهتون بگم که این مسئله در همه جای دنیا محکومه من یکی از دوستان اینجا ازدواج کرده بود دختر ازدواج کرده بود خیلی از خیلی از قانون امریکا اطلاع نداشت شوهرش بسیار آگاه بود راجع به همه چیز یک روز اینو به حد مرگ عصبانی کرد و شروع کرد عدای اینکه که میخواد بزنتش در بیاره و این نمیدونم حولش داده بود تو دیوار مثلا در این حالت بلا فاصله زنگ زد بود پلیس اومد و گرفته بودنش سه روز اینو توی بازداشتگاه نگه داشته بودن یعنی هم تحقیر شده بود هم کتک خورده بود هم برده بودنش بازداشتگاه به خاطر اینکه شوهر اول زنگ زده بود بر همین این مسئله اصلا مسئله نیستش که بخوای بدونی چرا این اتفاق افتاده چرا تو بچه تو برشی سیگار رو دستش خاموش کردی چرا گردن یه نفر اینجا سیاه شده مسئله اینه که این کار اصلا نباید اتفاق می افتاده اصلا این, این روشش نیست و تمام خب قسمت دوم یه <applause> نفس بگیرم دو دقیقه اینکم چطور اینقدر گفتین عینک بزن عینک ولی میدین چه اتفاقی میفته برای حالا برای اونایی که خب خیلی هاتون هم سنای منی بعد از سن چهل که خدا نکرده پیر چشمی اینا میاد سراغ چهل و مثلا سه چهار میاد سراغ آدم وقتی که هرچی بیشتر عینک بزنین چشتون بیشتر ضعیف میشه چون چشم مال تنبلی چشم دیگه شما هرچی عینک میزنین چشمتون بیشتر تنبل میشه و همینه که من سعی میکنم نزن دیگه چه خبر بگید که بگید ببینم چه صحبتی داریم که بریم سراغ قسمت بعد اینو من نمیگم و اینو این نکیم گفت گفتش که این رو خب قسمت بعد یه, یه پا... پارت میخوام این وسط بیام در مورد قبلا براتون توضیح دادم تو استوریا گفتم که خیلی به میاد مرسی من خودم رنگ قرمز ولی دوست داشتم مثلا کم معلمی تر بود از, این، از اینه که اینجوریه ولی دیگه از این بیشتر نداشت من فکر کنم مال مثلا 1960 در الان دیگه خیلی نیست مرسی آره یه گروه یه داستان دیگه ای هست یه گروهی هست که گروه اسمش گروه است و این گروه من رو مدیر گروه دعوت کرد که برم به گروهشون من رفتم توی گروه تا وارد شد چون من از دو طرف میخورم دیگه من هم موافقا فوش میدن هم مخالفا فوش میدن بعد تا رفتم تو گروه شروع شد دیدم که حالا من خیلی برای مهم نبود که اونا دارن چی میگن ولی همینطور که نگاه کردم دیدم که خب میدونی یه چیزی هم بگم حالا که میخندی یه چیزی یه چیزش اینه که داستانش اینه که همیشه آدم ها توی دنیای مجازی فکر میکنم داستانشون اینه که یا باید موافق باشم یا دیسلایک یا لایک یا دیسلایک وسط ندارم من هم تایید میکنم از معلمی هم بالاتر شده خیلی برازنده و شکست متشکرم مرسی آقای نوری آره خیلی وسط ندارم ولی شما با مامانت مثلا نمیشه بشینی به مامانت بگی که مثلا مامان چقدر لباس زشته بد نمیاد ولی دوستش هم داشته باشی نمیشه مثلا به برادرت بگی که مثلا داری این دیختی این رفتار رو میکنی با مثلا دوست دخترت این رفتار درست نیست میشه بگی دیگه میتونی حتی باش دعوا هم بکنی ولی دلیل نمیشه که حتما یا موافق باشه یا مخالف باشه یک سری آدم بدون مرض هستن که میتونن موافق نباشن مخالفم نباشن دوست باشن آره داستان اینه خب ما دیدیم که اینا های دارم فوش میدن گفتم خب نده بذار ببینم تو این کانال اصلا چی هست از اون بالای کانال فکر میکنم روزی مثلا دیویستا تا مثلا بیشتر پیام بود بعد چی بود این چرا چاقه اون چرا گرده اون چرا نمیدونم چشش ضعیفه اون یکی چرا نمیدونم دندونش کوتاهه اون یکی دندوناش مصنوعیه اون یکی نمیدونم خرابه اون نمیدونم فلان چرا تو پرت چرتو تو پرت یعنی گیرشون به من چی بود این استوری با تی داشتم و پلا میرفتم رفتم بالا رو زینا گذاشته بود تو کانال گیرشون به من این بودش که میخواسته اسبشونشون نشون بده منظورشون ماشین بود داشتم مسخره میکرد خب آخه مثلا الان میخوام برسم به نگاه پایین به بالا ام یه روزی وایبر نمیدونم یادتونه یا نه ما یه گروه های تو وایبر داشتیم و خب آدم با هویت های واقع چجوری شکارم ای کردم این نکشو اینجوری بده باید اینو یاد بگیرم دیگه این, این که بده اینطوری یا اینطوری تو این گروه وایبر که ما میرفتیم همه جور آدمی بود و تو نمیدونستی چطوریه من یه روزی داشتم همینطور که می حرف میزدم تایپ میکردیم گفتم که آره من دیشب که مثلا خوابی دادم رو تختم داشتم مثلا بیرون رو نگاه میکردم یه چیزی گفتم مثلا فلان چیز رو گفتم آقا یه شروع شد فهمیدیم تو تخت داری و رو تخت می خو... و مثلا چشم اصلا نمیفهمیدم منظورشون چیه یعنی این داستان شد واسه من یعنی من دیگه تو اون گروه هر وقت پابا میذاشتم میگفتم بله این خانم تخت داره تو اتاقش اتاق داره تو اتاقش هم تخت داره توی کالیفرنیا مخصوصا توی شهر بزرگ شما باید ماشین داشته باشی اینجا اصلا ماشین نداشته باشی نمیشه چون سرویس ترنسفرش سرویس اتوبوس و ایناش درست حسابی نیست کار نمیکنه پس ماشین, دادن، ماشین داشتن اینجا پوز نداره اصلا بخوام من پوز بدم بلدم چجوری پوز بدم که شما نتونی این حرف رو بزنی من تی گرفتم دستم دارم پله شل میرم بالا تو حواست به پارکینگه که من میخوام ماشین نشون بدم به تو با نشستم با ساعتم با ساعت نمیدونم چی چیم آرم ماشینم رو نشون بدم آهنگوش آه بدم شب را برم که اونو میدیدی چیکار کار میکرد بعد <applause> این میخندید اون میخندید اون, اون میگفت نه خر نه اس منظورشون بود که این یعنی ماشینش خوبه خب برای تو مهمه برای من مهم نیست این اتفاق برای من بعدنم افتاد سر ماشینم اتفاق هم اتفاقا افتاد شم گفتم داشتم رانندگی میکردم فلان چیز اتفاق افتاد ببین برای تو مهم نیست که اتاق داری تخت داری اصلا برای تو مهم نیست که تخت نداشته باشی ولی اونی که نداره میبینه اینو نه اینکه داری نداری نیست اصلا مسئله مثلا حرفمو بگیرین اصلا نمیگم که نمیدونم مثلا ما اولش که اومدیم از ایران میرفتیم بیرون جست این بود که با استارباکس دادم یا مکدونالد مثلا عکس بندازه بعد که اومدیم دیدیم مثلا ارزونترین بدترین کیفیت غذا مال ایناست اصلا دیگه وقتی میای دیگه نمیندازی خب ولی هنوز برای اونی که تو ایرانه این یه جسته و تو اگه بری مثلا استارباکس یه چیزی بخری طرف مثلا یه هم که آره حالا با استارباکس پوز میده اصلا دیگه استارباکس واقعا میگم در حد فیل کثیفه درسته حالا میگه اونی که نداره خیلی به چشش می... ببین همینو میخوام بگم من اینو یه بار توی استوریام هم گفتم الان میخوام اینو بگم توی روابطتون با آدما سه مدل ارتباط وجود داره آدم های که با شما رفیقن شما را از رو از روبرو میبینن یعنی چی نگاه روبرو رو؟ یعنی من دوستم اگه یه خونه داره نمیدونم پنج هزار تا اتاق خواب داره شیش هزار هکتار زمین داره نمیدونم از این اتفاق از این بساتا، من نگاه میکنم کیف میکنم هضم میکنم اون یکی دوستم با فراری میاد نگاه میکنم حز میکنم اون یکی دوستم داره سر زمین زمین رو درست میکنه هضم میکنم اون یکی نمیدونم بخ... میدونی نمیبینی وقتی یک نفر رو به روته اونو داری میبینی چ... چیزها متعلقاتش رو محکوم نمیکنی این نگاه رو به روه بهترین روش روش خودته روش کاملا آگاهانه درست از تلیش تحلیل و به صورت علمی نه انتقاد ناآگاهانه و مهد کودک آخ مهد کودکی این چاقه اون گرد اون لاغره از طرف یه سری صرفا مخالف از زیر کودکانه باعث میشه حرفای درستو تو اون گروه من سه چهار تا دقیقه هاشیه میرم من سه چهار تا حرف درستم دیدم که از طرف خود مدیر گروه رفته بود ولی انقدر بقیه چرت و پرت بود که اونام دیده نمیشد یعنی اونا هم هویتش دیگه نداری خوشحال داری ناراحتن. خوشحالن داری ناراحتن. ببین به هر حال یه چیزی داری که حالا یک گروه پس گروه روبرو که فکر میکنم اکثر حداقل کسایی که منو فالو میکنم ماها دیگه انقدر تو زندگیمون خودمون سختی کشیدیم بالا پایین دیدیم از نگاه خاصی به آدما نداریم آدما رو به عنوان آدم میبینیم اینکه مثلا چه میدونم یه نفر مسلمون یه نفر مسیحیه یه نفر ماشین داره یه نفر خونه داره ولی ارزش اجتماعی 75 تا 90 درصد ظاهر شما توی این ناخواسته اساسا ارادی نیست ظاهر شما تاثیر میذاره تو تایید هویتتون برای افراد جامعه اما اینکه شما بخوای دق کنی یا اینکه خیلی تحقیر بکنی نیستیم تو چرا نمیدونم فلان چیزو نداری تاخیرش نمیکنیم تو چرا فلان چیزم داریم دق نمیکنیم یه گروهی وجود داره که از بالا به پایین نگاه میکنه این آدم ها حتما هم آدم های نیستن که دارن من یه دونه دوست داشتم که اصلا هیچی نداشت ولی همه رو بالا به پایین همیشه هم ادعاش خر و پاره میکرد و هیچ وقت هم هیچی نبود نه هیچی بود نه هیچی داشت یعنی بسیار هم حالت های تحقیر کننده داشت آدمایی که از بالا به پایین شما رو نگاه میکنن حالت های تحکمی دارن تغییر دارن شخصیت شما رو خورد میکنن شما رو آزار میدن اینطوری و تحقیرتون میکنن مثل رئیسا مثل دیگه همه تو میدون منظورم اما خطرناکترین دسته در جامعه آدم هایی هستن که نگاه پایین به بالا به شما دارن این آدم ها آدم هن که کسی که از بالا به پایین به شما نگاه میکنه شما رو نمیکشه به شما صدمه نمیزنه اما کسی که از پایین به بالا نگاه میکنه منتظر فرصتی که شما رو خورد کنه کسی که کسی که کنار شماست و از موفقیت های شما در عذابه کسی که کنار شماست و از خانواده شما در عذابه ببین که میبینی اینا رو نمیگم حسادت فلان اینی که نگاهش پایین به بالاست یه مثال زدم گفتم من داشتم میمدم الان میگن امریکا <تصحیح> بدین اینم بگین با مدرک هم که من کشتن <تصحیح> نوبت به اینم الان خودم سودی دادم بریم بگیم وقتی که داشتم میرفتم فرودگاه با اسنپ داشتم میرفتم توی راه یه ماشین از بغل ما رد شد نمیدونم چی بود یه ماشین بود که خوب بود مدل بالا بود اومد از بغل ما رد شد ببین نز... دروغ نمیگم نزدیک ده دقیقه داشت فوش میداد بهش پدر دزده مادر دزده امد دزده نمیدونم وگرنه تو چطوری تو این سن انقدر پول داری که این ماشین بیاد زیر ما تو حق ما رو شما حق ما رو میخورید شما ها فلانی شما به عصبانی بودا یک خشمی از درون این میومد بیرون حالا من اگه ببینم یک ماشین اینطوری مثلا یه ای فراری ببینم یا ماشین رو خوب ببینم مثلا حس میکنم که تا کیف میکنم از دیدنش از بیرون نگاه میکنم میگم دمت گم چه ماشین رو بحالی خریدی حالا اگه یه ماشین دیگه بخره با همون پول میگم با بی سلقه مثلا این چه ماشین رفتی خریدی اقده ها بالا می آورد که چیه طرف یه ماشین خوب سوار شده خب بله خیلی ها نمیتونن تو تهران من خدا ماشینم ماشین ها زورم به بیشتر نمیرسید ایران گرون همه چی اصلا لازم نشم آخراش داشتم ماشین رو میفروختم زیر برفا کنید جوونه زده بود اومده بود بالا اومده بود بخره گفتم اصلا با این کار نمیکنم گفت لازم نیست بگی این یارو چیزه که افتاده اینجا جوونه زده رشد کرد با نفت میرفتم و خب راحت تر بود من به اون یارو اسنپیه بر... اسنافیه توضیح دادم گفتم که هر کسی که زندگی خوبی داره حق شما رو نخورده هر کسی زندگی خودشو داره تجربه های خودشو داره انجام میده و این دلیل نمیشه که کسی حق شما رو خورده باشه این 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 دید خیلی بده و اون آدمها که اینطوری فکر میکنن آدم هایی که توی پای شل منو بالا رفتن از پله و طی گرفتن دستم پارکینگ و ماشین و میبینه این آدم در اولین فرصت یک ضربه به من میزنه آدمی که از بالا به پایین به من نگاه میکنه به من ضربه نمیزنه اون خودشو بالاتر میدونه آردی منو تغییر میکنه اما این میتونه اون کارگری باشه که تو خونه اون آدم سالها خونزاد بوده خدمت کرده ولی همیشه نگاه پایین به بالا رو داشته تو اولین فرصت سر زن و بچه رو بریده اموالشون رو دوستیده رفته تمام عمرش این اینو داشته تو دلش که حقش تو این خونه خورده شده و منتظر فرصت بوده که چجوری انتقام بگیره یا اونی که میاد من خیلی آره دیدم ها خیلی رو دیدم که توی ساختمون های خیلی خوب بچه های نگهبان میره توی خونه های ساختمون, ها بزرگ میشه چون بچه 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 دیگه بچه ها بچه که دوستش داری میاری تو خونه و بعد دیدم اون بچه ها وقتی بیزر بزرگتر میشه متوجه میشه چه اتفاقی افتاده و این مثلا سرایدار بوده و بعد الان توی اون خونه ها اینو میبینه چون براش این جا افتاده یک حس انتقام خیلی بدی به آدم های داره که بهش کمک کردن و خیلی موقع اتفاق میفته که صدمه میزنن. نصف این ام نصف این حالا نمیدونم برای اینستاگرام چجوری بگم که داستان نشه میرن مدرسه ها و بچه ها, بچه, بچه ها, میرن مدرسه و یه مثلا یه گروه آدم رو داستان میکنن این تو درسامون ما خوندیم اکثرا بچه هایی هستن که در تمام طولی که داشتن بزرگ میشدن یک مشکلی داشتن مثلا یا یه ذره عقب مونده ذهنی بودن یه ذره مثلا معلولیت داشتن یا تمام مدت اینا نگاه پایین به بالا داشتن و یک روز یک جایی بلند شدن رفتن انتقام کلی گرفتن از تمام اون آدم ها. پس همیشه از اون آدم هایی که اینطوری هستن بترسید نگرانشون باشید اینا به جای اینکه به زندگی خودشون ببین تو میتونی دو تا راه حل داری وقتی یه چیزی میبینی که دوست داری داشته باشی و نداری برای همه تو همه سطحی پیش میاد رئیس جمهور امریکاش هم دوست داری یه چیزی داشته باشه نداره چند وقت پیش دنبال خانم میرفت همیشه هم, هم میشه برای همه وجود داره یک چیزی یه جایی هست که تو آرزوی داشته باشی و نداری خب سلام سلام وقتی وقتی به این مرحله میرسی به این نداشته میرسی دو راه داری یا نگاه کنی از دیدنش لذت ببری من مطمئنم که شما میدونید من چی دارم میگم نمیدونم هر کسی میتونه الان اینجا چه مثالی بزنم براتون مشخص باشه نگاه کنی ببینی اون آدم اونو داره و تو با نگاه با دیدنش حال کن اون که اون داره قشنگه مثلا من یه لباسی رو میبینم خیلی خوشگله بعد میخرمش برای اینکه مثلا فکر میکنم لاغر میشم هر اون هم این <applause> بالاخره سایزم میشه بعد میبینی یکی میگو دقیقا آفرین برشتون دقیقا مثل طرفای پیمانه که مثلا گیر داده بود که قد قد اونو بیارم عکس اونو بیارم کار چیه؟ ما... اون مهد کودکیه بحثای مهد کودکی بدون مهد آره یادم رفت چی داشتم گفتم یادم رفت پرید رفت <تصف> آره خلاصه ام... آها داشتم گفتم که مثلا یه لباس اینطوری هست همیشه میگیم کاش شبیه اولین باری بودم که فکر میگردم چاقم اون لباس مثلا اصلا میخری بعد میری جلو خب لباس هم نمیشه بعد من شما لباس خیلی دوست دارم معمولا میدمش به یه نفر که خیلی دوستش دارم بعد اون میپوشه من حض میکنه حالا تو میتونی هی بری دیخ کنی که فلانی فلان چیزو داره و یا, ها... یا کیف کنی یا آخه دندون یه نفر کوتاه مسخره میکنی؟ یعنی یکی یکی دماغش گنده یکی دندونش کوچیکه یکی نمیدونم چاقه یکی قدش کوتاه یکی ماشین خوب سوار میشه یکی نمیدونم اون یکی اون یکی خرابه اصلا دیگه هیچی هم پیدا نمیکنه یارو خرابه همم هم که یا شوهر نکردن یا 100 تا شوهر کرده یعنی ام، یا نشسته تخمش رو میخوره داره حرف مف میزنه یا واقعا حرفی نداره بزنه یا اینکه داره واقعا به شما حسادت میکنه و نگاه پایین به بالا داره اونو باید پیدا کنی و مراقبش باشه اون آدم خطرناکه اون همونیه که زنگ میزنه به دانشگاه نینا نونا و گزارش میده که این آدم لخت رفته تو آب یخ پیش خودش انقدر مغزش بسته است که نمیدونه تو سوئیس و سوئد و اروپا اصلا اینا مهم نیست و دانشگاه میان اصلا نگران این میشن و ازش حمایت بیشتر میکنن اون آدم آدم خطرناکیه اونیه که به شما صدمه میزنه تا خودش رو آروم کنه اونی که وقتی که داره سکس شت میکنه با یک نه ولی گفتم الان لایو داستانش داره این کارو میکنه با یه نفر ورمی داره فیلم میگیره و بعد اخازی میکنه اون آدم مزخرفیه اون آدم مزخرفیه بعد میرن بعد میره میده به یکی دیگه بعد اون میره به شوهر این میگه اون آدم خیلی خوشحال شدم که تو در دیوار رفتن مجبورم شدن پول بدن 500 600 پوند که پول کمی نیست خیلی خوشحال شدم که گوشیشو گرفتن حقشون بود حقشون بود کسی که منصفانه مبارزه نمیکنه حقشه بخوره با دماغ تو دیوار بدترم حقشونه کسی که زنی که پشت یه زن دیگر خالی میکنه هر بلایی سرش بیاد حقشه زنی که وقتی یک نفر کتک خورده میاد به جای اینکه هوای اینو داشته باشه دنبال نخوچی های سه هفته پیششه به نظر من به نظر من حقشه اگر که اتفاقی هم براش افتاده و ما به جز خودمون کس دیگر نداریم به جز خودمون حرفای نگفته که میدونیم چیه بینمون نداریم اون کسی که ببینید دوتا موضوع به هم ربط پیدا میکنه دیگه کسی که از خوشحالی کسی که تو عذابه ناراحته اگه هر کسی صورتش داره میخنده عادت کرده که اگه مچه پاش در میره تیش رو بگیره تو زندگیش یاد گرفته بعد خودش فقط خودشه دستشو بگیره آباز بخونه خونه پلار رو بره بالا اگه داره نشون میده به بقیه این کارو بکنه تو که میای این رو میری اونجا رو میبینی که این آدم رو تحقیر بکنی تو حق تر اتفاق وسط ات بیفته حق دیگه نداری چیزی اصلا نداری چیزی چیز داشتن هم وسیله داشتن نیست شعور شور داشتنه هم. نداره حرفم زدم آخرش روحت شد خب یه داستان دیگه بذار ببینم این چقدر دیگه مونده بله یه ده دقیقه وقت دارم تو این ده دقیقه میخوام یه داستان دیگه هم بگم که دیگه حسابی خودم رو جارو کنم برم بگارم <تصفح> خب یه اتفاقی افتاد پس اون داستان رو بستیم حالا یه اتفاق دیگه از این انتقام های بیمزه بدون منطق آقا ما هممون میدونیم نه هممون نمیدونیم ولی بذار کلیش نکنم که موضوع واقعی باشه ما یک مردی رو اینجا داریم به اسم آقای سین این آقای سین یک مردیه که خانوما رو دوست داره خب خیلی عجیبه نه ولی دستانم طوله داستان طولانی باشه لطفا دو تا بگو وقت نداریم ده دقیقه وقت داریم سعی میکنم بگم حالا اینو تمامش کنم خب این آقای سین خانم رو دوستا چقدر عجیب نه مثلا دیگه خب در ارتباط با یه خانومی قرار گرفته حالا نمیدونم الان این چون یه مثالی هم خودم دارم که اون اگه دیدم طولانی شد یه لایو دیگه میزنم این آقا در ارتباط با یه خانومی قرار میگیره بعد مثلا قبلا اومده گفته خیلی خیلی ممنون که معدبان محترمان خیلی علمی انتقاد میکنیم دمت که هم مرسی چسبید این پیغامت این خیلی خب الان ارتباطات داشته و ما دیدیم قبلا دنبال یکی اومده گفته این شبیه ملکه هاست اون شبیه فرشته هاست خلاصه حالا برای بر ما خانما این چیز عجیبی نیست و اصلا هم طبیعیه چیزی نیستش که بخواد آدم بگه چرا یه نفر این کارو همه میکنن یکی میگه یکی مخفی کاری میکنه یکی هم نداره در حال این به ما ربطی نداره این خانم این آقا قرار میذاره با خانم زینا که ببره خونهشون نشون بده حالا اصرار زینا برای اینکه بره خونه این آدم منطقش اینه که چون وقتی با من هستی من باید بدونم خونت کجاست درآمدت چیه روزی هر روز چی میخوری با چند نفر در ارتباطی تمام اینا ولی در مورد خودش بخوام بپرسیم همه همش سانسور میشه ولی اون باید بدونه فوزولا هم به همین دلیل دوست داره نم هستی من فوزولار رو دوست دارم خودم هم فوزولم. ولی شما جرئت نداری فوزولی کنی نم هست خب این آقا گیر داده بود که من باید بیام خونت و بالاخره این داستان پیش اومد و خب اونم که کوتاه نیومد و رفت که بره خونه اونو ببین حالا توی این دو سه روز اینا با هم هموم رفتن تو هموم همدیگر رو لیف زدن ظاهرا آقای سه گفته بود ما نمیدونیم که گفته بود یا نگفته بود ولی شنیدیم که گفته بود من یکم هم دلم یه چیزی خواست و ولی خب اونم گفته بود مرسی که تو احترام گذاشتی و کاری نکردی که بخواد اتفاق بیفته خب یه چیزی پس اینجا به وجود اومد خب این وسط ما یکی از روابط رو داریم در این حال میدونیم که آقای سه یه موقع های مس میکنه و شروع میکنه 5 و صفحه به همه زنگ زدن این رو هم میدونیم یکی از روابط رو داریم که خب اون آدم زیاد زنگ میزنه وقتی که آقای سه پیش کسی هست دلیلش امروز این بود که چون آقای سه زیاد به من زنگ میزنه منم زیاد بهش زنگ میزنم. معمولا من, من نمیدونم حالا من خودم شخصا میگم تلفن من پیجر یکی دیگه تو دست من نیست. موبایل من موبایل منه برای ارتباط برقرار کردن من با بقیه نه بقیه با من نه اگر که من بخوام که به کسی در ارتباط باشم به من تکس بزنه اگه زنگ میزنه من جواب نمیدم دیگه مثلا پنجاه دفعه زنگ نزنه من بالاخره تلفن این آدم رو میبینم جواب تلفن شو میدم اگه جواب تلفن شد تو موقع معین ندادم خب میتونه تکس بزنه یا دوباره زنگ بزنه ولی اینکه مثلا یه شما چهل دفعه مامانم و خالم خیلی این کار میکردن کم کم درست شد که مامان جان وقتی من جواب تلفن شما رو یه دفعه نمیدم یه چیزی هست یه ذره صبر کن کم کم درست شد یعنی این از از داستان رفت حالا شاید مال عادت مال قدیمه که تلفن آیدی کالر نداشته یا هر چیز دیگه برها عادت خوبی نیست که شد. یکی 50 دفعه زنگ بزنه وقتی یکی تلفن جواب نمیده کلافه میشه اون طرف مقابل خب حالا زینا دیده بود که این شماره هست عکس گرفته بود از اسم و تلفنی که زنگ زده شد تا اینجاش اصلا مهم نبود اونجاش من یه ذره جا خوردم که یه ویدیوی گردالی دیدم تو کانال یک زینای کلافه و عصبی بدون رضایت آقای سه اگه بتونم پیداش کنم که فکر نمی کنم بخشه داره میگه که اه, چرا اینقدر زنگ میزنی به این این جواب تو رو نمیده برای چی باز بهت زنگ میزنی و اون آقای سه میگه من به تو اعتماد کردم بهت گفتم دیگه هیچی بهت نمیگم و این میگه که به هر حال اینقدر زنگ نزن حرفش رو ادامه میده و بعدم سری میفرسته تو کانال که و خدا نگره بعدا چیز نشه که و پاک شه که همه ببینن اون خانومم جواب میده که یه عکس میفرسته که ببین 68 هزار دفعه از این زنگ زده شده به ما به من زنگ زده و من هم الان دارم همون کاری میکنم که اون با من میکنه یعنی رفتار بین من و اون هست روابط ما اینطوریه که 68 هزار دفعه به هم زنگ میزنیم طوریه ماجرا منم اونو دوست ندارم اینم اینو دوست نداشته باشه الان واقعا به تو چه این وسط سکانس بعد عکس و شماره تلفن خانم تو کانال 6500 نفری بده دیگه اینا بده این بده این هیچ توجیهی نداره این هیچ جوری توجیه نمیشه دو نفر آدم دارن با هم دیگه یه کاری انجام میدن به جز اینکه بخواد بین اونا رو به هم بزنی همین حالا دوست داری ارتباط خود با آقای سر رو قوی تر بکنی حس داری بهش ازش خوشت میاد مدلت اینه من اینجا این اینو هنوز گیرم نمیفهمم چرا یک نفر باید به تو چه به تو چه بر چی بعد؟ بعد این زنگ زده شده باشه یک خاطره دارم یه پسری بودش که من موقع مثلا فکر کنم 31 دو سالم بود مال خیلی قبل الان که 48 سالم داره میشه مال خیلی قبل بیشتر بودم سی و سه سالم بود بعد اون هفت سالش کوچولو بود خب این هم اصرار که با همدیگه دیگه باشیم و اینو من گفتم نه نوشته نه بد نیست هر وقتی دلش بخواد هر کاری دلش بخواد همیشه هم و به حسش میشه نوبه به حسش اومده وقت دلش بخواد هر کار نه پایزون باید مخالفم بر اینکه هر کاری دلش بخواد نیست همه کاراش یه داستان داره زیرش این ما نمیدونیم چی شده شاید چون خونش نبردتش آقای سه من نفهمیدم شاید آقای سه حریف دومی خانم نقطه است یا اینه یا اینکه امروز قرار بود بره خونه شما دیدیم که رفت پایین خونه ولی نمیدونم رفتیم تو خونه رفت تو خونه یا نه شاید تو خونه نرفتن شاید خونه نبردتش و این شده انتقام حالا من با این آدم رفتیم بیرون و اینا خب یه داستانی داشت همیشه به من میگفتش که مثلا بهش زنگ میزدم و میدونستم با کسی دیگه میدونستم دیگه سرتقاد که با بالاخره دیگه از پشت کوه که نیومدیم تو روابط آدم میفهمه کی داره چی کار میکنه بعد چشم کور شد با یه نکه اما همیشه به نفش حرف میزنم آره خلاصه ما رفتیم بیرون و اینه آها بعد این میگفتش که همیشه داستانش با من این بود که تو یه بار زنگ زدی و من این زنگ نشنیدم کاملا مشخص است خوشش اومده اونم نه احساس احساسی صرفا مرز حالا اون لغت آخر رو نمیدونم ولی منم هم همین حس دارم که از سر خانم ه بود از لندن اومده بود از انگلیس پیشش یکم اینو داشت که کلا چون به اون توجه شده بود باید به اینم توجه بشه و این یه ذره آره من فکر میکنم باید موافقم که یه حسیه که میخواد ارتباط نزدیکتر داشته باشه و خب اینا پیش میاد دیگه گفتم براتون توضیح دادم که این آشفتگی در ارتباطات یکی از نشونه هاش آقا من اختلال مرزی رو براتون تعریف نکنم اونم میام میگم نمیدم لایبم چقدر شد خب این داستان خودم هم تموم کنم آقا من هم دیدم یه رو... یکی از روزایی که این از اون روزاش بود که جواب تلفن نمیده چون من اصلا عادت ندارم همه اونه که با من در ارتباط هم میدونم من اصلا زنگ نمیزنم یعنی اصلا تلفنی نیستم بعضی تلفنی هم مثلا برادرم همچنین من میگه تو چرا زنگ نمیزنی اونم جواب جا... سمسای من نمیده من تکس میزنم اون تلفن میزنه هر کسی یه مدله من تلفنی نیستم سن زنگ نمیزنم آقا اون دفعه که این رفت بیرون من فهمیدم این الان باز با یه نفر بعد میخواد به من بگه تو زنگ نزدی یعنی فکر میکنم اون روز من به این میدونستم دیگه عمدن نه صحبت فکر میکنم مثلا پنجاه دفعه زنگ زدم توی مثلا یه ساعت خب اینقدر زنگ زده بودم که اون دختره که پیشش بود تلفن من رو برداشته بود حفظ کرده بود به من زنگ زد لایبات مرکت ساقر جان حض میکنم نیستی خوشحالم که به می میخوره امیدوارم حالا اول این لایب چیزای کاربردی زیادی گفتم و نظراتتون هم دوست دارم کامنت کنین یعنی بگید اگه راهکانی میدونین یا اگه جایی رو مثلا فکر میکنین من ناقص گفتم یا یه ذره شاید نمیدونستم اطلاعاتم کم بود اشتباهی گفتم اونا رو برام بنویسید تو کامنت خلا چیز نکنین روی لایوام دایرکت بهم ندین چون دایرکت ها خیلی بخوام دونه دونه بخوایم حرف بزنیم در موردش خب بیان کامنت بذاریم بعد راحت دیگه هم, هم میبینن اگه چیزی نقطه, نقطه نظری چیزی هست خب حالا خلاصه آقا من به این زنگ زدم دختره شماره تلفن منو برداشته بود حتما سیو میکنم شماره تلفن من برداشته بود, برداشته بود و منم برداشتم گفتم که خیلی خوب حالا زنگ زد حالا کی زنگ زد موقع که این پیش منه منم عاشق آب امید یعنی آ... تا آخرین روزی هم که اومدم عاشق آب امید بودم منو برده بود آب میوه امید داشتیم. با هم هر سن طبق معمول گفت من عاشق تا با هیچ کس نیستم و به جستو با هیچ کس دیگه نیستم نه از ماشین پیاده شد رفت دختر زنگ زد زنگ زد و گفتش که شما فلانی هستین اسمم داشت. شما ساغری من گفتم بله گفتش که من دوست دختر فلانی هم. این به من گفته که عاشق شماست و من خواستم بدونید که با من دوسته و ما با هم رابطه داریم. بعد من این گوشی دست اصلا ناراحت نبودم که چرا میدونستم که با یکی دوسته ولی ناراحت بودم چرا شماره من چرا چجوری شماره من رفته دست یکی دیگه این چقدر یه آدم میتونه ندونه چجوری حداقل دو نفر آدم رو کنترل بکنه رابطش رو یعنی انقدر انقدر نمیتونه این کار رو انجام بده که حداقل شماره من دسته یکی دیگه نیفته حالا این یکی آدم حسابی بود وقتی اومد دو تا آب میوه دستش بود من از به من از اینکه آدم ها لوس باشند و خودشون رو به خنگی بزنن یا منو احمق فرض کنن این سه تا دقیقا نقطه ضعفامه یعنی نمیتونم اینو کارش بکنم اون فکر من اولین دفعه بود که من داد زدم سرش یعنی دیگه رگ پیشونیم زده بود بیرون که کسی که ارزه نداره روابطش رو کنترل بکنه میخوره دروغ میگه و اصلا داره چند نفر آدمو و با هم اگه تو به من میگی عاشق منی من که به تو میگم که اصلا من برام مهم نیست ما با هم دوست باشیم اگه تو این ادعا رو میکنی وقتی میری پیش یه نفر دیگه لاقل یه طوری حفظ بکن منافع منو حرمت مرز خصوصی منو حفظ بکن من که شماره من پخش بشه طرف زنگ بزنه اون یکی نمیدونم فیلم فلانش رو یکی دیگه ببینه کمان که فیلم یه چیز یه چیزی رو من اتفاقا دیدم تو لپتاپش خب میخوام بگم که این اتفاق بر منم افتاده یعنی من فکر میکنم میدونم چرا اون خانم برای آقای سه اون همه زنگ زده عمدن این کارو کرده اینو میتونم و میتونم فکر کنم که حسی هم به آقای سه نداره سلام کاش موضوع رو هم پین کنی ساغر جان که اونایی که دیر اومدن داستان رو بهتر بفهمن باشه حتما این کار میکنم البته سه تا موضوع مختلف بود لایو هم دیگه همین الان تموم میشه اگه چیزی داریم بگین که بعد بریم سر. خلاصه نقطه نظرم این بودش که اتفاقهای مختلفی تجاوز رقابتی چه اسم گذاشتی آره یه یه یک چیزهایی هستش که من قبول دارم که شخصیه مثل شماره تلفن مثل یک نفر وقتی میاد با شما یک صحبتی میکنه شخصیه اگر که یک نفر میاد به شما میگه که من زن دارم ولی میخوام با شما رابطه داشته باشم شخصی نیست این شخصی نیست این اگر شما به اون آدم بری توی رابطه شما دروغ گویی میخوام بدونید مرز ها رو تا کجا با زینا موافقم وقتی میگه اگه میخوای یه کاری بکنی برو بگو اگه یکی شوهر زن داره نمیدونم برو بگو اینا درست اما اینکه شماره تلفن یک نفر رو با عکسش ورداری بذاری توی کانال 6000 خورده نفری که نمیدونی اصلا آدم های کانال چی کارن و فلان این انتقام قشنگی نیست این کار خوبی نیست شاید ناخودگاه مرد از ایجاد این رقابت لذت آره دیگه مردا که لذت میبرن عزیزم اصلا ناخداگاه نداره مردا لذت میبرن زنا هم لذت میبرن من یه روزی با دوستم دو دوستم موقع مثلا 18 سالم بود داشتیم میرفتیم ایران زمین از گلستان داشتیم میومدیم بعد یعنی ماشینا ها... ما داشتیم کار خودمون که مثلا داشتیم تو پیاده رو را میرفتیم ماشینا دور میزدن دستی میکشیدن فلان نمون که اونام کم بودن بعد یه روزی بهش هم داشتیم با هم می‌خندیم گفتم احساس میکنم مثلا چند تا شیر نر دارن سر ما رقابت می‌کنن حس خوبی داشت برامون که با هم داشتن می‌جنگیدن برای آقایون هم همینطوره مهم اینه که شما رابطه خودت رو چه جوری منیج میکنی و اداره می‌کنی این من در مورد ارتباط خودم مطمئنم که اون نمیخواست که من این, این رو بفهمم چون من رو میشناخت و میدونست که من طرف زن هم خرابترین بدترین زن ها اول بر من اولم بد آقایون هستم ببخشید اینو میگم ولی خیلی هم از این ضربه خوردم چون خانم من پشتش رو کرده به من رفته ولی من همیشه میگم حق اول خانوما بر همین ناراحت اون خانومه بودم بیشتر تا خودم سلام سلام دیر اومدین خب بچه من دیگه میرم با اجازتون امیدوارم که تونسته باشم همه حرف هم بزنم تا اونجا که اینجا نوشتم یادتون باشه شماره 123 رو این علامت رو یادتون باشه اکسال عملتونم در مورد اینکه یک نفری یک نفر دیدین که این کار رو میکرد یا حس کردین که داره یه اتفاقی براش میفته براتون توضیح دادم مراقبت بکنین از خودتون روابط بینتون رو حفاظت بکنین و خدا نگهدارتون هر چی هم که میخوایم بمسیم لطفا کامنت بکنیم که همه ببینیم کنی. خدافز خدافز